شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم بالا بپذیرید. امروز مجددا در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. جناب بنی‌صدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون. سلام به شما و شنوندگان گرامی شما. جناب بنی‌صدر، ما در گفتگوی دو هفته پیش با جناب عالی در رابطه با خواسته های بیان آزادی صحبت کردیم. شما 5 خواسته رو برشمردین. من فقط برای یادآوری شنوندگان و اینکه برداشت درست نکرده باشم از صحبت های شما، این 5 خواسته رو میگم که بعد با اجازه ادامه بدیم. خواسته اول بود که دلیل درستی هر سخن و بیانی یا هر قولی باید در خود اون قول باشه، نه در گوینده آن. خواسته دوم این بود که هر بیانی باید خالی از تناقض باشه. از کنم که خواسته سوم این بود که به کار بردن قواعد و اصول راهنمایی یک بیان آزادی نباید احتیاج به زور داشته باشه. خواسته چهارم این بود که بیان آزادی باید کاملا شفاف باشه، داری باید هر کلمه‌ای باید معنای خودشو داشته باشه، یه معنا داشته باشه، برای همیشه داشته باشه، برای همه داشته باشه. در همون رابطه هم فهمیده بودیم که تمام بیانهایی که از اول تاریخ تا امروز پیشنهاد و عرضه شده بر مبنای قدرت عرضه شده دارای ابهام است. و خواسته پنجمش هم که فرمودیم رابطه هدف و وسیله بود که در بیان قدرت هدف از وسیله جداست، اما در بیان آزادی همچی چیزی اصلا نمیتونه باشه. یعنی هدف و چیز قدرت هم جدا نیست. میگوید در قدرت هدف وسیله رو توجیه میکنه. بله. دروغ است، برای اینکه هدف وسیله رو بیان میکنه. بله. برای اینکه قدرت نمیتونه بگه یه هدف من زورگویی میره میپوشونه. بله. یه هدف درستی خوبی میپوشونه، میگه من هدف من اونه، ولی نصیحت این است که من این روش رو به کار ببرم. درسته. بله. ولی که با این روش قطعا به اون هدف نمیشود رسید. اگر قدرت هدف شد، روش زور با آزادی نمیرسه، به قدرت میرسه. بله. استقلال نمیرسه، به وابستگی میرسه. میبینید که الان رسیده. بله. به اسلام نمیرسد، به ضد اسلام میرسد. به حقوق نمیرسد، به ضد حقوق میرسد. بله. حالا خواسته ششم بیان آزادی این است که به خلاف بیان قدرت که امروز شعارش این است که امروز امروز، فردا فردا است. یعنی همونطور که آقای خمینی هم میگفت، امروز یک حرفی رو میزنه، میگه این حرفی که من میزنم اسلام است، درست است. فردا خب قدرت نیازش عوض میشه و لازم است که حرف دیگه‌ای درست ضد اون حرف دیروز، احتمالاً لازم میشه ضد حرف اون دیروز بزنه. خب چی کنه؟ میگه اون دیروز مصلحت بود که اون حرف را بزنم، امروز مصلحت است که این حرف را بزنم. ضد و حرف دیروز رو چه میکنه؟ میزنه. این ضد و نقیض گویی و کنی خواسته تمام بیانهای قدرت است. اینکه شما میبینید در انتخابات هم یک رئیس جمهور میاد وعده های کذا و کذا میده، بعد هم میشه رئیس جمهور، از اون وعده خوبان، از 1000 وعده خوبان یکی هم وفا نکرد، عمل نمی کنه. بله. حالا بازم انتخابات بعدی میشه، مردم یادشون میره که یادشون نمیده، اما خب عملا باز میرن روی خطی که خب بله این میامی که من اونو به این دلیل نشد اونی کنم، حالا میگم این کارا رو خواهم کرد. بازم میبینی میرن رأی میدن که اون این کارا رو خواهم کرد. این که جامعه حساسیت خود رو نسبت به این وعده هایی که بهش داده می شود و عمل نمی شود از دست داده یا کم کرده، کم شده، ناشی از این است که اون طرز فکرهای رایج در جامعه های بشری طرز فکر قدرت است. بیان های قدرته. اینه که خب هر آدمی هم می بینه خودش هم همین کار داره می کنه، بنابراین این به نظرش می رسه عادیه، ولی که هیچ عادی نیست. نتیجه این وضعیتیست که دنیا پیدا کرده. این آقای بوش با اون وعده ها مثلا آمد، یکیش هم عمل نکرد، کارهای خلاف هم کرد، بعد افتاد و همه چیز مردم هم به هم ریخت، بعد آمد مردم رو ترسان، یاد چون مردم دیدن این، گفتن شاید این ترس هایی که این میگه چه جدی باشه، و اون حرف ها یاد چون وقت را بزرستن به این آقا رای دادن. به خلاف این بیان قدرت، بیان آزادی چون باید حق باشد، نه این جهان شموله،
همه زمانی و همه مکانی است. در هر جای دنیا برای هر کسی از انسان‌های روی زمین باید بتوانند این بیان رو به کار ببرن و همون نتیجه رو بگیرن که دیگری به کار میبره در اون گوشه دیگر دنیا. حالا برای اینکه ما ببینیم این بیان، این مثلا اصل یا این روش بیان آزادی از بیان آزادی ناشی می شود یا از بیان قدرت، و وسیله آسان سنجش در اختیار داریم. چه ترتیب؟ به این ترتیب، مثلا فرض کنید که این مرام های قدرت همشون وعده است. به این ترتیب که می گوین اگر ما بر کار بیاییم این کارها رو خواهیم کرد. مثلا اگر استالین حاکم بشود این مرام جامعه بی طبقه رو خواهد ساخت، مرام مارکسیسم میگذارد به اجرا، حتی اون وقتی که لنینیسم هم بهش اضافه شده، مارکسیسم لنینیسم میگذارد به اجرا، نتیجه میشود جامعه سوسیالیستی. یا در بیان لیبرال، این احزاب لیبرال میگن اگر ما بر سر کار بیاییم این برنامه رو اجرا میکنیم، مثلا میشه جامعه وفور، که این چندین بار هر دو دسته وعده دادن ها. بله. میرسیم به جامعه وفور. الان ما در نوتات بیشتریم، کمبود نسبت به نیازهای انسانیت باهشتر از هر زمان دیگر است، بیشتر از هر زمان دیگر است، افزون بر این که محیط زیستم در وضعیت زاری است که هیچ وقت از تاریخ بشری به این زاری نبوده وضعیت که الان هست. بله. اما بیان آزادی ندونم اینجوری نیست، باید از همون لحظه اول قابل اجرا باشه، برای همه هم قابل اجرا باشه، وعده ای نیست. اینجوری نیست که بگیم اگر شما در این پیشنهادی که من میگویم شرکت کردید و فلان این رژیم رفت و من آمدم، این اون رو برای شما خواهم کرد و بعضی ها شما ایران خواهد شد بهشت. نه، پیشنهادی که به جامعه عرضه می شود اون پیشنهادی بیان آزادی است که هم اکنون توسط فرزند این مردم قابل عمل باشد. معنای همه مکانی و همه زمانی این است. مثل فرض کنید که شما اگر بگید که من یک فنی پیدا کردم که یه فرستنده ایست که از امریکا صدا رو میپراکند به کل دنیا، خب اینه اگر ببری ایران هم از اونجا هست صحبت کنی، بازم این صدا رو پخش میکنه در دنیا. و اگر این واقعا همیشه این فن همین باشه که شما میگویید، وقتی میبری تهران هم باید همین اثر داشته باشه دیگه. بله. اگر نه میگن که این کلک تو کار شما. حالا تعجب از انسان هاست که در مورد فن عجیب به نظرشون نمیرسد که با یه فنی باید در همه جا عمل کنه. یا مثلا وقتی یه فرمول شیمیایی رو میجوییم که مثلا آب ترکیبی است از اکسیژن و هیدروژن، عجیب به نظرشون نمیرسه که آب در ایران هم همین ترکیب داره که در قطب شمال داره. اما اگر شما به مردم ایران بگویید که مردم ایران، این که مثلا به شما میگن شما این حق رو دارید، آزادی رو دارید، حق شما. بله. آزادی، اون آزادی که حق شماست، آزادی است که در خود شماست. چه جوری در آزادی در من است؟ بخوای بهش بگی بابا اگر این آزادی در شما نباشه به دیگری به شما بده یا دیگر شما بسزانه، توش آزادی نیست. و اگر وعده دار باشد که تو این کارو بکن اون کارو بکن تا آزادی پیدا کنی، این دروغه. میگه نه آقا، خب باید آدم یه کارایی بکنه که مقدماتی فراهم بشه که آزادی به دست بیاره. به نظرش عجیب نمیرسه که وعده دار بهش بگن و این فرید رو حس نمی کنه. این دلیل هم هست که سه بار انقلاب کردیم، برای همین آزادی هم کردیم، هنوز هم نداریم. و اینکه این در ماست، در خود انسان هست. حالا در خواسته آخر این چیزها رو خواهم شما، آزادی هایی که ذاتی هر انسان است، اختیارش در خود دست خودش اون، به از لحظه اول هر خود باید عمل کنه به این آزادی تا بشه آزاد. و این غفلت انسان است از آزادی خیش که موجب می شود
جامعه روابط قوا در این پیدا میکنه و این مقدار زور در رابطه ها زیاد میشه و حاصلش میشود یک نظام بسته ویرانگر، ویرانگر انسان دارای یک رژیم مستبد از این نوکه هست. چون واقعا در تهران امروز با این جمعیت وسیع در یک منطقه نسبتا خشک، اگر که گفتم امسال باران خوب آمده، برف خوب آمده، برف زیاد آمده، برف زیاد آمده، در رش میگه خیلی مردم زحمت درست کرده، دیم تلف شدن، واقعا جای بسیاری تاسف است. اما بعدش میگفتیم ها این در همچه محل این مقدار جمعیت جمع شدن و نفت فروختن، واردات کردن، به عنوان هوا سم استنشاق کردن، در یک محیط عصبی زندگی کردن، چجوری ممکنه که تو این برچنین شهری امثال آقای هاشمی رفسنجانی سروری نکنن؟ یه سوالش که به این مردم باید از خودشون بکنن. آقا میشه یه ملتی این سرزمین وسیع در اختیار داشته باشه، آب، زمین، امکان همه رو رها کنه بیاد به چپه به یک گوشی از این تهران و در اونجا سم استشاق کنه به عنوان هوا، چون جزی کشیفترین شهرهای دنیا است. دائم در ترس از زلزله باشه. حالا که میگفتن که اگر زلزله بشه چی میشه کرد، گفتن یه روزنامه‌نگار نوشته که حالا دیدین حیات برف هم بیا کاری نمیتونیم بکنیم، رژیمی که از عوده برف هم نمیاد چه برسد به زلزله. خب این بسیه انسان باید از خودی که سوال بکنه که چرا اینجوره. بهرحال این بسیه امیدوارم این خواسته روشن شد، این که بیان آزادی خواستش این است که هر حکمی در این بیان، هر روشی در این بیان، هر اصلی و هر فرعی، مثلا شما گفتی اسلام بیان آزادی، هر فرعی از فروع دین باید بدون اینکه زور لازم داشته باشه هر انسانی بتونه به کار ببره، در همه جا به کار ببرن، همه هم یک جور نتیجه بگیرن، بعدی هم نباشه. اگر ما آمدیم جامعه اسلامی را خواهیم ساخت. ملاحظه فرمایید که چجوری ساخته شد. اگر اون روز اول میگفتی خب اون اسلامی که بعد میخوای اجرا کنی، خب بگو الان من اجرا کنم، خب این 14 قرن من مسلمانم، چرا بعدی سرخرمن میدی؟ این بلا سر شما نمیامد، این بلا همه جامعه های بشری معتبر است. در همین غرب هم اگر این کسانی که وعده میدهند در انتخابات به مردم اموری باشه به جامعه بدونه که اون چیزی که شدنی باشه باید از عهده همه بر بیاد که بکنند، این فریب های عجیب غریبی که این تبلیغاتی ها به خود مردم میدهند، اینها این فریب ها رو نمیخورند. بله. خب حالا برسیم به خواسته هفتم. خب الان گفتیم به این که مردم ما و عموم مردم دنیا خو کردن به یک دروغی. الان تو ایران بگه آقا آزادی دادنی یا گرفتنی، میگه نه آقا دادنی نیست. تازه اینا که به اصطلاح ترقی کرده بودن میگفتن آزادی دادنی نیست، گرفتنی است. گرفتنی یعنی چی؟ یعنی باید به زور گرفت، به زور مثلا مبارزه گرفت. خب یه چیزی که آزادی بخوای به زور به کار ببری که دیگه آزادی نیست، که شما بگیری یا نگیری. دروغ در همون قول است، در تناقض در خود قول است. و گفتیم که بیان آزادی باید خالی از تناقض باشه. آزادی داشتنی است، ذاتی انسان است، حقوق ذاتی انسان است. اگر نه چیزی به صحت وجود نداره، دروغه. مثلا شما ممکنه بگی آقا این مالکیت انسان بر اشیا و شیء که خارج آدمه، این چجوری میشه گفت ذاتی؟ یه قراردادیه. گفتم به شما که آقای خمینی گفت به سه دلیل من نمیشه رئیس جمهور بشم، یکی به این دلیل که مخالف ولایت فقیه هستم، یکی به این دلیل که با مالکیت خصوصی مخالفم، یکی هم به این دلیل که اگر رئیس جمهور بشدم این دستگاه آخونده رو از دستگاه دولتی کوتاه خواهم کرد. اونجا من بهشون گفتم که نه، شما منکر مالکیت خصوصی شده بودید و فقه شده هست منکر این مالکیت، برای اینکه شما تمام در پیروی از این مالکیت خصوصی در خصوصا لیبرالیسم به خصوص در این دو قرن اخیر، فقه
به کلی از یاد برده اون چی که واقعیت مالکیت خصوصی است و آمده به جای او یک مالکیتی که قراردادی است نشونده به عنوان حکمی از احکام دین. برای اینکه رابطه انسان با اشیا قراردادیه، جامعه در بستگی به قرارداد در جامعه داره، میشه کم کرد میشه زیاد کرد، میشه محدود کرد میشه بیشتر کرد میشه کمتر کرد. حالی که مالکیت انسان بر سعی خیش، بر کار خیش، بر استعدادهای خیش، این ذاتی اوست، خصوصی هم هست و این شرط آزادیست. این رو نه کسی میتوانه از دادنی بدهد، نه میتوانه کسی از او بستاند. اون رابطه که انسان حاصل میشود به عنوان رابطه انسان با اشیا ناشی از این رابطه است. چون اگر این نبود خب اونم نبود. اگر آدمی مالک سعی خود نبود، مالک کار و استعدادها و کار خود نبود، چیزی هم تولید نمی کرد، مالک چیزی هم شیء هم نمی شد. بله؟ بله. حالا اگر شما اون اولی رو که وسیله منطق سوری هم انجام می گیره، یعنی اون اولی رو موجب می شود آدمی ازش قفلت کنه، اون مالکیت دومی که رابطه با اشیاء جانشین کنه، نتیجهش می شود که بخور و ببر یک اقلیتی می شود شرعی، گرسنگی و فقر یک اکثریت بزرگ هم می شود شرعی. حالا که اگر ما بگوییم که هر انسانی مالک سعی خویش است، پس اون که در طبیعت وسیله کار انجام به صورت تحقق این سعی است هم باید در اختیار همه باشد. و در اون صورت دیگه نمی شود که مافیای آقای هاشمی رفسنجانی سهم کلان درآمد کشور رو ببلد و مافیاهای نظیر او، به جوری که بگن 40% تولید ناخالص ملی ایران رانت هست. از این فکر یک کلمه رو بکنی رانت، اونم 40% که خود آقای هم میگن، این آقای توکلی که نامزد ریاست جمهوری بود آمد گفت 40% نیست 60% هست. حالا 40% اون مرحوم عظیمی حساب کرده بود 40%، اون که مال چند سال قبل بود، الان به احتمال خیلی بیشتر بود. حالا همون 40% شما مخیال کنید شوخیه 40% پولیز ناخالص ملی رانت. بله درست. خب این وقتی جامعه ندانست که به اون مالکیتی که ذاتی انسان است، آزادی انسان است، اون مالکیت سعیه بود و به معنای این که این مالکیت رو دارد این است که اون طبیعتی که طبیعت ایران است، اون منابعی که منابع ایران است، این باید در اختیار فرد مردم ایران باشد برای اینکه بتوانن کار کنن و از کار خود زندگی تغذیه کنن و زندگی کنن. پس یه نظام اقتصادی اجتماعی متناسب با این مالکیت لازم است. حالا این رو بردار، اون دومی رو بگذار، اون وقت این همین نظام پیدا می کند اجتماعی اقتصادی که الان ایران دارد. این بیان قدرت و اون بیان آزادی، این هم تفاوت مشخصش. بله. عرض کنم به شما برای اینکه در وقتی که داریم بتوانیم به خواستهای دیگر هم بپردازیم، اگر چیزی موند در یک گفتگوی دیگری به توضیحات اینها بپردازیم بیشتر. بپردازم به خواسته هشتم. بعد خواسته هشتومه از کنم به شما در بیان آزادی خواست خرجی معنی نمیدهد، یعنی تبعیض وجود ندارد. هر تبعیضی بیان کننده یعنی فاش میکند اون بیانی که این تبعیض رو قائل شده، بیان آزادی نیست، بیان قدرت. مهمترین این تبعیضها در دنیای ما تبعیض رهبریست، در رهبریست که بیشترین این تبعیض الان در مردم ایران گرفتارشان. یک بزرگواری که حالا آقای سر آقای رفسنجانی وعده میدهد که ایشون رو بکنه ملک انگلیس، ایشون بنابر تعریف مالک مال، جان، ناموس فرد مردم ایران است و تمام 70 میلیون جمعیت ایران در قبال این آقا فاقد هر گونه اختیاره. بنابر نظریه میگم ها، در عمل نتوانن یه چیز دیگر. بنابر نظریه اگر آقای رهبر به کسی حکم کند که تو خود را از پنجره بینداز پایین،
او باید فوراً بگه سمعا و طاعتاً به نطق سپاهی. یعنی نظریه ولایت مطلقه فقیه. جنابیان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای بنی‌صدر هستین. یعنی بله، مالک مال و جان و ناموس. یعنی خب البته این تبعیض بعد از اون بالا تا پایین یک حرم درست میکنه. هر تو این حرم از قاعده تا بالا هر کدومو بگیری همین مطلقاً در قبال بقیه مردم اعمال قدرت میکنن بر مردم، مثل اینکه خود آقای رهبر است که دارد این اعمال قدرت میکنه. این بیان قدرت فراگیره، به استبداد توتالیتر است، فراگیره. در بیان آزادی نه، کسی بر کسی حق تصمیم ندارد. این در نظر گفتم و این بنابر تعبیر قرآنی این در قیامت حاصل میشه. در اونجا کسی راجع به دیگری تصمیم نمیگیره، آزادی کامله، مالک به چیزی نیست. اما در این دنیایی که ما دنیای واقعیت ها هستیم، نزدیکی ترین به اون آزادی انحلال تمام رهبری هاست در رهبری جمهور مردم. این جمهوریت یعنی این. حالا اون میشاره که خیال میکنه که دعوای جمهوری و سلطنت دعوای شکل است. نجونم دعوای شکل نیست، اون منطق سوریست واقعیت رو بخوشونه با شکل. دعوای سر واقعیت است. معنای انحلال تمام رهبری ها در رهبری ها جمهور مردم این میشود کارگر، دهقان، پیشه‌ور، کارمند، زن، مرد، فقیر، نمیدونم جامعه شناس، اقتصاددان، فیزیکدان، پزشک، همه این صاحبان مشاغل و حرف و دانش ها و معرفت های گوناگون. بله؟ بله. هر کدوم در محل خود به قدر اون توانایی خود بدون اعمال قوه، این توجه بکنید، بدون به کار بردن زور و قوه و اختیار بر دیگری اعمال ولایت می کند به عنوان عضوی از جامعه. مثلا آقای پزشک، شما خدای نکرده سر درد پیدا میکنی، میروی پیش او، انتقاد میدهد معرفت خویش رو به شما به عنوان نسخه که معالجه کند سر درد شما رو. این اعمال ولایت هست در بیان آزادی. مسئله میخوای بپرسی، مسئله شرعی، تکلیف فلان مال مثلا چیست، اگه معتقد بودی مثلا به این آقایان که شرعی این آقایان میگوین، میده خدمت این آقایون، میگه که آقا این تکلیف این مال چی؟ اون به شما میگه تکلیفش این است، انتقال معرفت میدهد به شما، یعنی اعمال ولایت میکند در این مورد سوالی که شما کردید. خود شما اعمال ولایت میکنید هم اکنون از طریق انتقال معرفت به جامعه. حالا شما ببینید که در وقتی این ولایت در بیان آزادی معنی پیدا کرد، جامعه چه گلستانی میشود سرشار از جریان اندیشه ها و اطلاعات آزاد، و این چه رشدی پیدا میکنه اون جامعه. خود حساب کنید و بذارید در اون مقایسه با اون جامعه ای که یک آدمی به جای یک ملتی هم فکر میکند، هم تصمیم میگیرد، هم اجرا میکند، و اون ملت محکوم است به این که نپرسد. الان سالها قرارداد میبندن راجع به نفت این آدم، تا باید یک دونه قرارداد انتشار ندادن این مردم بدونه که چجوری این ثروت چون اینا رو به خارجی ها معامله کردن. میشه هم چیزی؟ نمیشده؟ نمیشده؟ پس این ترتیب این خواسته بسیار مهمه. در خانه مثلا آمده میگه همین آقایان توی استفاده میکنن که بله در اسلام بین زن و مرد تفاوتی نیست، تساوی هم هست، آیه قرآنی هم صریحه که زن و مرد رو شما رو از زن و مرد آفریدیم برای اینکه شناخته بشوید، هیچ فرقی بین شما نیست، گرامی ترین شما، متقی ترین شما. ولی خب نظام خانواده محتاج یک رئیسه، این رئیس هم باید مرد باشد، این رئیس هم باید مرد باشد. بله خب این رئیس، ولی این به چه قاعده که این لازم است که رئیس داشته باشه؟ چرا؟ کی گفته اینو؟
و چه میشه که مثلا همین جامعه بقوله همین که قرآن که صریحه که شورایی جامعه شورایی باشه مثلا چی تصمیم داره؟ متقابلا به اصطلاح یک جامعه باشه که رهبری اعضای اون جامعه منحل باشه در اون شورا در جمهور و هم همکاری داشته باشن تفاهم باهم بکنن با هم عمل کنن. مشکلش چیه؟ مشکل ندارد هیچی، یه زوری رو از این وسط میده بیرون. خانواده که محل اعمال قدرت مرد است، حالا که در خانواده های زن سالار به عکس اعمال قدرت زن است، میشه خانواده یک شورای تفاهم و توحید و همکاری و عشق و دوستی و رشد و بیشتر. در این نشه اصل راهنمای دین ما توحید نبود؟ بله. اینو کردی رفتی از فلسفه یونانی این دون انسانی زن رو گرفتی و این که سندیت تک محوری که باید یه محور باشه که او همه کاره باشد که ازش باشه ضعیفیست بقیه هم حالت فعل او باشن، یه بیان قدرت بسیار زننده ایست. همینه که این جامعه پیش نمیدارن تو خانوادهش که محل زورگوییست و این خانواده که در اونجا زور اصل و محور است چجوری میتوانه که بگید ما یک کشوری میخواییم دارای نظام مردم سالار؟ نمیشه جنون. میخوای که آقای خامنه همه کارت نباشه، لطف فرموده تو خانوادت این بپذیر که بابا این زندگی اصلا انسان خلق شده برای دوست داشتن و دوست داشته شدن، جز استعدادهای انسانی. استعداد اون در انسانی استعداد دشمنی خلق نشده نیست، استعداد اونس و دوست داشتن هست. تو این چرا ویل کردی رفتی یه چیزی که نیست بهش چسبیدی و اون خانواده رو کردی محل تمرین زورگویی و این کردی دوشه جان کن در جامعه هم همین زور رو بهت میگم. پس این نبود تبعیض در تبعیضهای دیگه هم هست، من اختصار کردم به تبعیض در رهبری به لحاظی که بقیه تبعیض هم برمیگرده به این تبعیض. مثلا تبعیض هر کنید نژادی، تبعیض قومی برمیگرده به این که یک قومی یا یک نژادی برای خود حتی سروری و رهبری قائل میشود نسبت به بقیه، ولایت مطلقه قائل میشود نسبت به بقیه. این بیان قدرت هست. در بیان آزادی اگر ما بخواهیم جمهوریت داشته باشیم که این جمهوریت بازگو کننده بیان آزادی باشه، خارج از ولایت و رهبری جمهور مردم هیچ رهبری نباید وجود داشته باشه. هر رهبری که وجود داشته باشد این بیان زور است. آقای انا مسلس زورپرست، من الان شما رو لو دادم از جهت فکر و تئوری و نظر که جامعه ایرانی بدارن که شما موجوداتی هستید بیرون از رهبری جمهور مردم و به عنوان زورپرست مردمی بیمار محتاج این هستید که خود رو معالجه کنید، آزاد کنید و ارزش پیدا کنید با منحل شدن در ولایت و این رهبری جمهور مردم و عضوی از جامعه دارای ولایت جمهور شدن. امیدوارم که بشنوید انشاءالله. جای اینکه بدوید دنبال آقای بوش که آقا بیا ما رو خدمتگزار و خدمتگزاری بپذیرید، این غرور انسانی خودتون رو اینجور لگدکوب کنید، بازگردید به انسانیت و غرور انسانی پیدا کنید، برگردید به اون ملت و عضوی از اون ملت بشوید و مفتخر باشید به این عضویت. زنده باشید. عرض کنم به شما خواسته نهم. مثلا شما یک بار هم از من سوال کردید که در باب مسئله قومیت در همین پیام به مناسبت 22 بهمن توضیح دادم در مسئله زن و در مسئله اقوام، تجربه‌ای که با کردیم و راه حلی که بدان رسیدیم. در بیان قدرت میگوید که حقوق انسان درست، البته نداره که مجبور بشه باید اعتراف کنه دا بله همینجور خود به خود نمیگه تو درست میگه همین قبول، اما آقا اصل اهم میگفتن
بعضی حقوق بر بعضی حقوق مقدمه. اون رژیم شاه میگفت که امنیت حق بر امنیت و حق بر معاش مقدم است بر حق بر آزادی. این رژیم کنونی مدعی است این که چون اسلام بر مقدمه بر همه چیز است، گویا اسلام حقوق نیست که چیز دیگه است، پس همه چی قربانی اسلام. پای اسلام که به میان آمد کسی حقی ندارد. حالا این بیشتر اسلام این چه بلایی سرش آورده؟ این اسلامی که اصلا روش عمل به حقوق است، هیچ چیز دیگه نیست خیلی، این تبدیل کرده به یه چیزی خارج ذهنی که معلومه چیست، که وقتی پای او به میان آمد یکی از این شکنجگران گفته دیگه به این دو نفری که به طب کردن شکنجه هاشونه و بسیار کتاب بی قیمتیه تحت عنوان در مهمانی حاج آقا کتاب نوشتن. میگه این آقای حاج آقا به اونا میگفته پای زدن شلاق زلاق اونجا باد کرد و دیگه نمیشد راه بروی اونجا سختی که ما بیچاره شدیم. میگفت که این پاهات اینجا به این روز افتاد. آیا اسلام که به بیان بیاود صدها مثل این پا رو به همین روز میانده. این نگونبخت شکنجگر نگونبخت رو ببین که این قدر توهین شده از اسلام که این اسلام رو تبدیل کرده به یک وسیله توجیه شکنجه. یادش راسته که بیشار آقا این اسلام همین عمل به این بود که این انسان انسانیت رو پیدا کنه، آزادیشو پیدا کنه، استعداداشو پیدا کنه، حقوقشو پیدا کنه. این تقدمیه. حالا اخیراً امنیت مقدمت هم از اون رژیم سابق قرض گرفتن، اونم وارد کردن، اونم مقاشد مقدم. نه باب این که خیال کنید اون همونه که میگه مقدمه واقعا میخواد عمل کنه بهش عبدن. برای که وقتی شما یه حق رو ضایع کردید و خراب کردید، بقیه حقوق رو هم خراب کردید. اینا یه مجموعه تشکیل میدن. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنی‌شهر در رادیو آزادگان گوش می‌فرمایید. در بیان آزادی تعارضی میان حقوق نیست. اگر ما بخوایم بفهمیم یک مرامی که در اختیار ما قرار میگیره این یک مرام بیان آزادی هست یا نه، باید ببینیم این حقوقی که برای وضع میکند یا میگوید که نه تد طور طبیعی شما دارید، اینها بینشون تعارض قائل میشود یا نمیشود. اگر قائل شد باید بفهمیم کلا در این سر ما میگذاره. اگر قائل نشد، گفت نه این حقوقی که شما دارید همه با هم هماهنگن، لازمه عمل به یکی عمل به دیگری هم هست، اگر اینجور گفت ما میفهمیم که اون بیان آزادی. فرض کنیم که ما میخواییم مسئله قومی داریم، الان ما داریم دیگه، در کشور خودمون داریم، در عراق همسایه ما هم هست، درسته، در بسیار جامعه هم هست، یا در مسئله زن و مرد داریم که داریم، یا مسئله سیاسی داریم، گروه های سیاسی. اصلا در کشور ما مرسوم نیست که دو گروه سیاسی بپذیرن که در همون حالی که با هم حقی دارن اختلاف نظر داشته باشن، حق دارن اشتراک نظرهایی هم داشته باشن و حق دارن در عین اینکه اختلاف نظر داشته باشن دشمن هم نباشن، دوست هم باشن. این سه تا حق، حق دوستی، حق اختلاف و حق اشتراک، در این سه اصل که ما میتونیم یه مسئله مثل مسئله قومی رو حل کنیم. اینکه یه قومی هویت خاص خود رو دارد، این حق اختلافه، بله؟ بله. اینکه با ما در ایرانیت اشتراک دارد، این حق اشتراکه. اینکه بابت اختلاف در قومیت دشمنی نباید بکند با بقیه اقوام ایرانی، این حق دوستی. بله؟ درسته. پس هر سه حق وقتی اجرا شدنی هستند در بیان آزادی که با هم اجرا بشن. ما به عنوانی که حق اشتراک داریم مثل آقای خمینی نگیم که آقا این وحدت به خطر افتاد نفس نکش. نه، این که مردم سالاری کسرت عقاید آراست محترم است، حتی اختلاف است، از حقوق صریح است که بدون اون رشد انسانی معطله، شدنی نیست. من ممنون کنم که دیگران غیر از من نفکر نکنم و چیز خود من چجوری رشد کنم.
این لازمه رشد این است که اندیشه ها بنابر اطلاعاتی که دریافت میکنن، جریان اندیشه ای که در اون هستن، دستاورد های پیدا میکنن. از فرض این که نکنه این دستاورد با دیگری اختلاف داشته باشه، اگر نگوید خودی جریان اندیشه برقرار نمیشه و اگر نشد رشدی تو کار نیست. پس این حقوق در بیان آزادی مثال خیلی مشخص دادم. حالا گروه های سیاسی نشد تا این مدتی که این سه تا ما انقلاب کردیم این مسئله حل بشود. آقا این گروه سیاسی دو بزیره، اون یکی گروه سیاسی هم حق داره نظر دیگه داشته باشه و اختلاف در نظر به ضرورت از طریق زور حل نمی شود. بعد نه لازم هم نیست که از طریق زور حل بشود، بلکه اصلا با دوستی هم ممکن است که با هم هم دوست بود اختلاف هم داشت. راجب یکی از هموطنان از گرامی ما که در ایتالیا بود، آقای رحمت خسروی، به چشم از جهان فرو بست. به مناسبت درگذشته او اجتماعی ترتیب دادم در فرانکفورت، پیامی بر اون جمع فرستادم. با این آدم من اختلاف فکری داشتیم، اما از پیش از انقلاب تا زمان مرگ همکاری و دوستی هم داشتیم. نه من عقاید خود رو از ترس این که نکنه دوستیم با او به هم بخوره بلعیدم، نه او عقاید خود رو بلعید، نه من به او گفتم شما چرا اینجور فکر میکنین، نه اون به من گفت شما چرا اینجور فکر میکنین. اصلا آمد پیش من یک کتابم مصاحبه کرد و به ایتالیایی انتشار داد. چرا بقیه این کار نمیتونم بکنم؟ و ما چرا جبه نمیتونیم تشکیل بدیم؟ خب جبه نمیتونیم تشکیل بدیم، اینکه این حالیمون نشده بابا. وقتی میگی حق اختلاف، خیال میکنه که دیگه باید شمشیرها رو ببندی رو به هم بیستی. نه آقا، حق اختلاف وقتی عملی است که با حق دوستی همراه باشه، با حق اشتراک. اگر با اون دوتا همراه نشد، با زور قابل حله. میشه این استبداد؟ میشه از این برای انقلاب میکنی برای آزادی پشت سرش میشود استبداد؟ عرض کنم که آره، اینجا من یه سوالی بازتون بکنم. فرمودین که خواسته نهم این است که در بیان قدرت میگوین که بعضی حقوق و بعضی حقوق دیگر مقدم است. تعارض هست. بنابراین باید اگر دیدی بین امنیت مثلا با آزادی تعارض شد، امنیت مقدمه. حالا بعضی ها قائل به یک مثلا تقدمی هستن بر حقوق خودی و غیر خودی. خواستم ببینم اونم تو همین چارچوب تبعیضه. اون تو تبعیض اون بله دیگه میگه خودی این حق رو، بله مثلا حق زندگی رو خودی دارد غیر خودی ندارد. حق شرکت مثلا در انتخابات رو خودی دارد غیر خودی ندارد. نامزد شدن رو خودی دارد غیر خودی ندارد. و همین رژیم داره این کارو میکنه. بله این تبعیضه، این بیان قدرت واضحه، بیان قدرت. بله شما بیانت بیان آزادی بود و اونجور که قرآن میگوید که اسلام بالاتر است، عنوان بیان آزادی بالاتر است و برتر است. بله بیان قدرت که بالا و بله برتری ندارد، که معنی ندارد. اصلا شما بگید این بیان قدرت بالاتر از اون بیان قدرت است، این در آزادی است که معنا میده. باید در آزادی شما این دین بیان آزادی باشه. تو رو چه ترس؟ تو چرا میترسی؟ اونی که بیان قدرت تو کلشه او باید بترسه، اونم نباید بترسه. اونم باید ببینه که این بیان آزادی است، تو بهش نشون بدیم هم ببینه این زندگی آزاد است. بیاد از استبداد بیا بیرون، از زورگو بیا بیرون، آزاد زندگی کنه. ببینه تو این جامعه بود ندارد قدرت مداری. جامعه آزاد این جامعه است. نه اینکه ببینه اگر بهترین حرفا رو اشخاصی زدن که این احتمال نداره یه روزی قدرت به قدرت برسن، اصلا خطوی خطر نیستم بگم ولی کن بابا اینا چه شده بگم. اما اگه دید که نخواه یه کسی داره شدر قلی میزایی داره حرفی میزنه که احتمال داره که تغییراتی در این قدرت بشه و بعضی ها به قدرت برسن، حجوم بود، این جامعه برای سرگوه حکومت خواهن کرد. بستگی کام این جامعه در اصطلاح تعیین کننده است که رفتارش و طرز فکرش این آزاد زندگی کنه یا نکنه. خیال میکنم مردم نقشی ندارن. حالا اینکه بیشترین نقش خود مردم دارن، اونان که میگوین چه کسانی و چه طرز فکرهایی امکان حیات داره در جامعه اونا. در هر حال
در بیان آزادی نه تبعیض وجود داره، بگیم حقی را کسی برخوردار دیگری نیست یا کمتر برخوردار است و نه تعارض وجود دارد به این حقوق. الان زمان ما در آمد، ما از این خواسته ها ستش مونده، خواسته 10 و 11 و 12 مونده و این آزادی هایی که گفتیم ذاتی هر انسان هست، اون ستا هم چون خیلی اهمیت دارن الان من بخوام سرهم بندی بکنم این حیفه. پس انشاءالله برای دفعه در واقع کارنامه جمع ما هم هست، حاصل یک کوشش 50 ساله است. این مردم خیال نکنن که این مثلا نظریه نشستی از اینجا نشستی پیش خود یه چیزایی در آوردیم، نه، اندیشیدیم، عمل کردیم، عمل کردیم، اندیشیدیم تیه دوران نیم قرنه و تجربه های بسیار مهم در تاریخ زندگی بشری که جامعه ما داشتیم، تجربه ها رو ما در قرنی زندگی کردیم و در جامعه زندگی کردیم که بزرگترین حوادث تاریخ بشری رو به خود میده. از جنگ اول و دوم و حضرت ما در جنگ اول نبودی، ولی مثل که شما در اون وقت جوان بودید. عرض کنم به شما بعد این آمدن کمونیسم و رفتن کمونیسم و این وضعیتی که الان غرب پیدا کرده و تحولاتی که در منطقه ما شده و در دنیا شده، این تاریخ بشر این همه رویدادها رو در یک دوره به خود ندیده بود. بله. در آینده ممکنه بیشتر از این ببینند، ولی فعلا و ما هم در همین دوره و با همین حوادث و در یک رشته تجربه ها و اندیشیدن ها این بیان رو پیدا کردیم و این خواستش رو به عنوان تجربه، چون که همون بحث قبلی هم همین تجربه ها بود، در اختیار این نسل میگذاریم برای اینکه ما خود مقبول شدیم از این جهت که نسل قبل از ما این چنین انتقال تجربه نداد. ما امیدواریم که نخواستیم این انقلاب در نیمه رها بشود و ادامه انقلاب در واقع اساسش تو همین انتقال تجربه تشکیل میدهد. نسلی که میاد بعد از ما بدونه که این چی در اختیارشه و با اون چی که در اختیار میگیرد بتوانه یک جامعه بهتری، نظام اجتماعی بازی، آزادی بسازد و این بماند برای نسل‌های آینده که بر اون بیفزایند انشاءالله. بله، با اجازهتون. اون که چیز گفته تازگی چیزی نوشته که از بس تو ایران گفتم ما موندیم بین بد و مدار بسته بد و بدتر و از پس بدتر بد رو انتخاب میکنیم، ایرانی اصلا یادش رفته به این که اصلا مشکی تو این دنیا خوبی هم وجود دارد. نه، ما این کوشش ها رو میکنیم برای اینکه شما ببینید بدی وجود ندارد، بدی رو زورگویه های خود ما میسازد، بلا اون براها کنیم این زورگویه های رو به و بهتر وجود دارد، خوب و خوبتر وجود دارد. امیدوارم که این مردم بیاین به خوب و خوبتر، به انتخاب به و بهتر و بدانند که الان شما میبینید که این گفتم که این رژیم که اونجور در افلاس است که در واشنگتن رفتم این با همونجا مسابقه میدم زور فرستا و اگر شما مردم تکون بخورید همه چی به دست میارید. این تکون هم بحث انتخابات هست، میتونید یک تکون خیلی جدی بخورید. حالا بعضی میگوین این تحریم انفعاله، خب چطور این در مورد عراق که همسایه ماست این بخش تونی نشین تحریم کرده نرفته، حالا همه دارن ناز اونا رو میکشن، این چیز انفعالی که اونا هم زد و خورد میکنن، هم با امریکایی میجنگن، بمبگذاری همین کار هم میکنن، طلبکار هم هستن، هم دارن ناز اونا رو میکشن که بلکه یه جور اینا رو بیارن وارد قضیه کنن. و شما مردم فریب نخورید، البته قوی‌تر از این تحریم هم وجود داره ها. بله، اون همون روز بیاید بیرون بگه آقا ما این رژیم نمیخواییم و اگر چنین کردید هیچ آسمان زمین نمیاد غیر از این که شما از این زورگوها راحت میشید. بله، دنباله این بحث رو گفتگوی رو هفته دیگه ادامه میدیم انشاءالله. انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم آقای بنی‌صدر و شبتون بخیر در پارسی. روز شما هم بخیر.